یک مقام ارشد در امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به شورای امنیت گفت که دست کم 576 هزار نفر در نوار غزه برابر یک چهارم جمعیت این منطقه در یک قدمی قحطی قرار دارند و هشدار داد که در صورت انجام نشدن اقداماتی برای مهار این معضل، این قحطی تقریبا اجتناب ناپذیر خواهد بود. با هم گزارش هیدر مجید را ببینیم. نشست بررسی خطرهای ناشی از ناامنی غذایی در غزه با عنوان حمایت از غیر نظامیان در درگیری‌های مسلحانه در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد. مقام‌های سازمان ملل در گزارشی اعلام کردند که تمامی جمعیت غزه به کمک‌های غذایی نیاز دارند و یک چهارم مردم این منطقه در آستانه قحطی هستند. ماریتزیو مارتینا، معاون مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو، در این زمینه هشدار داد مردم غزه با ناامنی شدید غذایی و خطر قحطی شدید به دلیل درگیری‌های جاری مواجه هستند. وی افزود دلایل اصلی این بحران افزایش شدید درگیری‌ها، کاهش دسترسی به غذا، کاهش دسترسی به خدمات اولیه و کمک‌های نجات دهنده، وجود امکانات نامناسب و بدون خدمات اولیه و همچنین در انزوا قرار گرفتن مردم غزه است. رامش راجاسینگهام، مدیر هماهنگی دفتر سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه گفت تا زمانی که این جنگ و خطر گسترش آن به مناطق پرجمعیت جنوب غزه ادامه داشته باشد، امکان بسیار اندکی برای مهار این معضل وجود دارد. بنابراین ما دوباره درخواست خود برای آتش بس را تکرار می‌کنیم. وی در ادامه سخنان خود به شورای امنیت گفت که از هر 6 کودک زیر 2 سال در شمال غزه، یک کودک دچار سوء تغذیه حاد است و عملاً تمام جمعیت 2,300,000 نفری در نوار غزه برای زنده ماندن به کمک‌های غذایی نیاز دارند که متاسفانه این کمک‌ها بسیار هم ناکافی هستند. همچنین کارلس گایو، معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، شرایط کودکان در غزه را بدترین سطح سوء تغذیه کودکان در جهان ارزیابی کرد و هشدار داد اگر این وضعیت تغییر نکند، قحطی در شمال غزه قریب الوقوع است. او ضمن اشاره به این موضوع که مواد غذایی کافی در راه است گفت حدود 10 روز قبل کاروان اعزامی برنامه جهانی غذا دوبار با تأخیر در ایستهای بازرسی، تیراندازی و غارت مواد غذایی مواجه شدند. در ادامه این نشست شورای امنیت، جاناتان میلر، معاون سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت اسرائیل خود را متعهد به بهبود شرایط انسانی در غزه می‌داند و در ادامه افزود محدودیت‌ها در میزان کمک‌ها و سرعت ارسال آنها به خاطر ظرفیت محدود سازمان ملل و سایر نهادهای امدادی است. میلر تأکید کرد اسرائیل در سیاست‌های خود شفاف بوده است و مطلقاً هیچ محدودیتی وجود ندارد. او برای باورپذیرتر شدن ادعاهای خود سخنان خیش را این چنین ادامه داد. تکرار می‌کنم، هیچ محدودیتی در رابطه با میزان کمک‌های بشردوستانه‌ای که می‌تواند به غیر نظامیان در غزه برسد وجود ندارد. ریاض منصور، نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل هم به شورای 15 عضوی شورای امنیت درباره وضعیت مردم غزه هشدار داد و گفت اسرائیل حکم دیوان بین‌المللی دادگستری را نادیده گرفت و بیش از 500 هزار نفر در آستانه قحطی در این منطقه هستند. این دیپلمات فلسطینی تصریح کرد اسرائیل تقریباً تمام نانوایی‌ها و مزارع در نوار غزه را ویران کرده است و از غذا به عنوان سلاحی علیه مردم فلسطین استفاده می کند. واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل در سخنانی آمریکا را عامل جانباختن 30,000 نفر از ساکنان نوار غزه عنوان کرد و گفت اسرائیل برای ورود کمک ها به نوار غزه مانع ایجاد می کند. معاون نماینده چین در سازمان ملل نیز در این نشست شورای امنیت گفت آنچه در غزه اتفاق می افتد ناقض قوانین بشردوستانه بین المللی است. گفتنی است که درگیری‌های خونین کنونی در غزه متعاقب حمله روز 7 اکتبر حماس به جنوب اسرائیل که حدود 1200 کشته بر جای گذاشت آغاز شد. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل حماس است، حملات هوایی و زمینی اسرائیل به این باری که از آن زمان تا کنون
به کشته شدن حدود 30,000 فلسطینی انجامیده است.